به نام یکتا پروردگار حق و عدالت، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه ایرونی های عزیز در اقصا نقاط کشور و جهان و عالم. امروز مورخ 5 آگوست 2019 ساعت 6:07 غروب در مسقط که با توجه به اینکه روز 8 آگوست یعنی امسال مصادف میشه با 7مین سالگرد آزادی من از زندان‌های امریکا، زندان‌های فدرال امریکا و همچنین 3مین سالگرد فوت پدر عزیزم در همین تاریخ، تصمیم گرفتم که یه ویدیوی کوچولو ضبط کنم براتون که بخوام بگم که میخوام یه مقداری همزاد پنداری کنم با اسیرهای عزیز و زندانیهای در بندی که بیگناه در بند قرار گرفتن، حالا چه تو ایران چه در اقصا نقاط جهان، ایرانی هایی که به جرمهای سیاسی یا امنیتی با مثلا پرونده سازی و سناریو سازی حالا یا سپاه جمهوری اسلامی ایران یا واجا یا سرویس های امنیتی کشورهای مختلف بیگناه در زندان هستن، میخوام که باهاتون یک مقدار همزاد پنداری کنم و بگم که قوی باشید. به همین دلیل من لباس و یونیفرم زمان زندان آخرم در زندان فدرال مینسوتای آمریکا رو پوشیدم. البته این همون لباس نیست، همون یونیفرم نیست. این یونیفرم رو ما برای بازسازی مستند نامه‌ای به خدا توی تهران رفتیم از میدون سپاه پارچه رو خریدیم. پارچه ها رو که البته اینم جای گفتن داره، این پارچه ها رو در دو رنگ حاج آقا سیف همسر سابق بنده برای نیروی انتظامی و سپاه جمهوری اسلامی ایران وارد کرده بودن. این همون جنس هایی که آقای سیف وارد ایران کردن. خلاصه رفتیم اینو خریدیم پارچه رو و مدل پیرنم کشیدیم رو کاغذ رو دادیم دست آقای خیاط باشی تو همون میدون سپاه. بعد در دو رنگ این سبز خیاری و کرم خاکی ما این لباس ها رو ساختیم که در اون مستند به کار بردیم. توی حالا لباس های اصل زندان فقط اینو بگم که ما یه دونه بج نیم داشتیم که شماره زندانی 8522204 من اینجا منحک شده بود روی استیکر سفید و روی این قسمت شلوارمون هم داشتیم. شلوارمون هم توی زندان اون یونیفرم های امریکایی زیپ و دکمه نداشت، همش کش بود، باید کش رو تا بزنیم. در نتیجه خیلی از زندانی هایی که با من در زندان های امریکا بودن، خلافکار بودن حالا یا بیگناه تو زندان بودن، وقتی که این لباس رو ببینن و این یونیفرم رو ببینن همچین یادشون میفته که این همون دختر ایرانی است که تو زندان ما بود، هی دست گل به آب میداد، مامورا دستش آسی شده بودن. این یه مورد بود. و مورد بعدیش هم که حالا جنگل مصونای که خارج از زندان داریم هیچی، یه دونه تسبیح که گذاشتیم گردنمون، چون من تو زندان همیشه اون تسبیح که باهاش ذکر میگفتم حالا واسه خودم واسه دل خودم همیشه منداختم گردنم. حالا این تسبیحی که انداختم یادگار آقای دکتر سرافرازه که حالا اینجا انداختم که بگم که ما این قلادمون دست اللهه، خلاصه برابر باورهای شخصی خودمون. به هر حال که دوستان عزیز خدا خواست و ما برای حفظ جان یه مدتی که حالا از عمان خارج شدیم و خود رفتیم چرخیدیم اینور و اونور و فلان و بیسار اینا که این طائب قاتله هی واسهش هزینه برداره و دیگه دست برداره از این قتل ما و اینا، ببینه که نمیشه ما این علی برجه وول میخوریم اینور و اونور قابل کشتن نیستیم. بعدم که اومدیم که حالا یه مدتی مهمان داشتم و دیگه تا همین چند روز پیشترها، خلاصه ما از روز شنبه نشستیم این سریال ویژه گاندو رو نگاه کردیم، چون خیلی چند تا دوستان هی میگفتن که شهرزاد گاندو رو دیدی؟ گفتم ندیدیم، حالا ببینیم چجوری. به هر حال که با توجه به این که سالگرد آزادی من نزدیک، سالگرد فوت پدرم هست،
سریال گاندورم دیدم که بر اساس پرونده های جاسوسیه و اصلا کار و همه صحبت های من با این برادران سپاهه، گفتم که من بیام واسه تون بگم که آقا برداشت شخص شهرزاد میرقلی خان از این سریال گاندو چی بود و زندانی های سیاسی عزیز اصلا نگران نباشین که این آقایون برداشتن شما رو به جرم جاسوسی انداختن تو زندان. فکر نکنین که اینا تا ابد میتونن اینجوری برونن. خدایی هست و بالاخره همه چی مشخص میشه. زمستون میره روسیاییش به زغال میمونه دیگه. الانم که خیالتون تخت خواب فنری. علی بابا که انا لله و انا الیه راجعون از حیث قدرت داشتن کاری کردن. ایشون که اصلا عملا هیچ قدرتی ندارن و برای ما هم که تو ذهنمون دیگه یه مرده فرض شدن و حالا هزاری هم بیان چیز کنن، مثلا حرف بزنن و سخنرانی کنن، شما حالا گوش بدیم ما که جدی نمیگیریم چون میدونیم که عملا قدرتی ندارن. آقا مجتبام که فکر کنم اگه اشتباه نکنم همچی یه خورده تشخیص داده که بابا این تایبه رو خیلی گنده کرد، اشتباه بود همه تخم مرغ رو توی سبد بذاره. کاش که این سبد رو چند تا میکرد چند تا تخم مرغ داشت، چون الان خودش هم دیگه پس تایب بر نمیاد. جریان بگم بگم های احمدی نژاده. خلاصه حالا اومده، حالا مجتبام که اومده و دیگه به هر حال آقای رئیسی دارن چیز میکنن، آقای رئیسی دارن عدالت برقرار میکنن که انشاءالله این گونه باشد. آقای احمدی نژاد هم که اون محمود کوچولو هم که فعلا زیر بیرق حالا مجتبا و اینا داره یه حرکاتی میکنه که مثلا حالا به جای اینکه بیاد جای تایبه. و خلاصه که به سرتون رو درد نیارم، آقا وقتی که گروه های امنیتی یک مملکت یک نظام به جون دیگه هم دیگه از داخل میافتن، ملت باید اینجوری دو 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 کنن، بشکن بزنن، چون خودشون انقدر واسه هم دیگه دارن که دیگه دست از سر کچل شما برمیدارن. حالا بریم سر اصل این سریال گاندو که ما دیدیم. این دفترچه خودکارمونم گذاشتیم جلومون، یه عالمه نوت برداری کردیم دیگه، داشتیم گافای دروغهای این سریال رو میگرفتیم. اول از همه جا داره که من واقعا بگم من واقعا از صمیم قلب تولید، نحوه تولید و کوالیتی و کیفیت این فیلمو و نقش بازیگرا، دونه دونه بازیگرایی که تو این سریال بازی کردن و واقعا تقدیر و تحسین میکنم. چرا؟ چون این سریال نشون میده که ایران از حیث تولید فیلم سینمایی یا سریال، از حیث فنی چیزی کمتر از هالیوود و بالیوود نداره. این نشون میده که ایران قدرت تولید برنامه هایی در سطح بین الملل که اصلا بخواد شاهکار باشه و تو جشنواره ها بزنه هالیوود و بالیوود رو تیر تپر کنه، خب از لحاظ تکنیکی دارم میگم، اصلا به سناریوی داستان کار ندارم، از لحاظ تکنیکی کاری خدا رو شکر میکنم که ما هنوز یه قلمه برای بچه تولید کننده خوب و پروفشنال حسابی تو ایران داریم. از حیث بازیگرا که ماشالله هزار ماشاللهشون باشه. یعنی اصلا آدم وقتی میشینه پای این سریال نگاه میکنه ها، میبینه که همه خوشگل، همه خوشتیپ، اصلا این همه خوشگل خوشتیپ فقط از ایران میتونه در بیاد دیگه. حالا ما کاری نداریم که این برای انظار عمومی فقط این خوشگل مشکل ها و خوشتیپ مشتیپ ها رو گذاشتن، به هر حال ایرانی ها خوشگل خوشتیپن علاقایده. فقط این حجابه که باندال پیچشون کرده بودن، شما فکر کنین که اگه همه اینا حالت معمولی نرم باشن دیگه، های هنرپیشه های هالیوود و بالیوود و اینا میخوام ببینم اون عقب بوخ بزنن. خدا وکیلی افتخار کنید به ایرانی بودنتون که یه همچین چیزایی داریم. و بریم سراغ بخش کارگردان. کارگردان که خیلی کارشو خوب انجام داده، آقا احسنت به شما، بسیار عالی بود، لذت بردیم از این تصویر برداری و ممنون از گروه تدوین، گروه فیلم برداری، گروه صدا برداری، واقعا کارتون عالی بود، احسنت. بریم سراغ سناریو داستان. سناریو قسمت اول و دومو که ما دیدیم که خب پیام مقام معظم رهبری توش مشخص بود، چون میدونین که وقتی میخواین یه سریال
برای رسانه ملی بسازن، این سریال بر اساس اهدافی ساخته میشه. سریال های سپاه که اینجوری میسازن بر اساس اهدافیه که خب مقام معظم رهبری علی بابا و 42 بغداد میشینن با هم دیگه یه جلساتی میذارن و بعد میگن که خیلی خوب باید یه چیزی تولید بشه. اونا اینجوری میگن، میگن آقا یه چیزی باید تولید بشه، پیام مقام معظم رهبری باش. پیام مقام معظم رهبری تو این سریال چی بود؟ این بود که تخلف این پسر رو به حساب پدرش ننویس. ممکنه پسر اصلا پدر اصلا خبر نداشته باشه که پسرش چه کارایی کرد. این که مشخص بود، یعنی این که آقا مقام معظم رهبری اگر هم غفلتی انجام شده، مجتبی مملکت رو با تائب به تاراج برده، مبادا یه موقع اصلا به نام باباش بنویسینا، پدر اصلا خبر نداشته، اصلا روحش خبر نداشته آقا داشته تو چیز توی این یارو کجاست، قوم کجاست، حوزه علمیه داشته چیز میکرده، درس میگرفته، اصلا این چیزا نبوده. حالا که الان فهمیده اون علی باباه دیگه خلاصه نمیدونسته دیگه، کاری هم نمیتونه بکنه دیگه، چون همه چی دو دستی رفته دست این آقازاده. این که پیام اولش بود. هدف دوم آقا به جهان نشان دهید که از حیث جاسوسی، از حیث جاسوسی و نفوذ ما بر همه برتریم. چرا من یه همچی چیزی دارم میگم؟ ببینید هر کی سریال گاندو رو دیده خودش بشینه نگاه کنه بعد خودش میفهمه. توی این سریال گاندو داره نشون میده که آقا برای بچه های ضد جاسوسی اطلاعات سپاه میان یه سوژه ای رو دست روی سوژه فساد مالی میذارن که این فساد مالی مربوط به یه آقازاده بوده و از طریق آقازاده مربوط میشه به یه گروه جاسوسی خیلی بزرگ که اون جیسون رضاییان، حالا تو این فیلمه یه اسم دیگه واسش گذاشته بودن، که حالا میرسن به اون یارو. خب حالا این سریال 27 قسمت طول میکشه بره تا آقایون نشون بدن که بابا اگه شما تا یه وزیر ما نفوذ کردین، ما که پشت در رئیس جمهورتون، اتاق پشت در رئیس جمهورتون منشیش نفوذ کردیم، کپی نامه‌ای که به موسبه این یارو جیسون رسایی داده بودین برا ما اومد. خب اینا رو کم کنیه، یا میخوام بگن که آقای موسادیا اگه شما اومدین چیز میز از ما بردین، ما که تو خود شما رسوخ کردیم تا قطر و عربستان و این بر اون برم هر کاری میکنیم میدونیم. یعنی اصلا باید نشون میدادن که از حیث قدرت جاسوسی و نفوذی ایران حرف اولو میزنه، یعنی روی آمریکا و حالا تو این سریال آمریکا و اسرائیل بود، ولی اگه ولشون میکردی فرصت میدادی دیگه همه بودن، یعنی فرانسه همون وسط بود، ولی مثلا MI6 و همه اینا دیگه کاگبه و اینا همه بودن دیگه اون وسط دیگه. خلاصه که جهان باید بدونه از حیث جاسوسی و نفوذ ما در قلب کشورها، در دفاتر ریاست جمهوری و پادشاهی نفوذ کرده ایم. اینم که هدف دوم سریال بود. هدف سوم، آی ملت ایران، ملت ایران حواستون باشه از حیث تکنولوژی انقدر ما پیشرفت کردیم که این دوربینا رو تو خونه همه تون ممکنه گذاشته باشین، نفس میکشین تحت مراقبتین، فقط دوربینا رو تو اتاق خواب و سرویس بهداشتی طبق قانون اساسی نذاشتیم و نمیذاریم. حالا ما هم که اصلا برای خودمون نمیاریم، امروز بود یه ویدیو منتشر شده بود به نام یه آقایی به نام احمدی نام، نمیدونم کی کی، حالا معلومه نیست اون یارو این هست اون نیست، فیلمو ساختن یا نساختن، ولی به هر حال همچی چیزی اومد بیرون که ما واقعا فهمیدیم. آقای گلپور هم که گفته بودن تو اون صداهایی که برای ما فرستاده بودن، ما هم که خب واقعا فهمیدیم. خود شخص بنده هم که تو کانال کولر خونه خودم با آیفون خودم از این بیلبلک‌ها درآوردم که خیلی هم بهم برخورد که چرا توی خونه‌ای که یه خانم و دو تا بچه، دو تا دختر بچه است، این پدر سوخته‌ها میشینن نگاه میکنن که آدم نمیتونه راحت باشه، که نمیتونه راحت باشه. بعد غیر از اونم یه مورد دیگه هم این بود که برای منی که سریال گاندو رو میبینم و همسر آقای سیف بودم، خب تا اون زمان که این چیزا رو، این دوربین سوزنی ها که تو خودکاراشون داشتن
این وارد میکرد، خب من که دیده بودم که، من که میدونستم این چیزا رو دارن که. تازه حالا تو این سریال نخواستم، چون همه چی هم که نمیان بریزن وسط میدون که، نخواستم بگن که بابا ما یه سیستمایی داریم، یه باگایی داریم که اینجوری میزنیم میچسبه به شیشه پنجره خونتون، بعد ما میتونیم شنود محیطی کنیم. یعنی حالا اگه تصویر نداشته باشیم، تا تو دستشویی که تشریف میبرین مثلا ارکستر سمفونی رو میندازین، ما اینو میتونیم کاور کنیم، همه چی میتونیم بشنویم. خب اینا رو هم که خواستم بهتون بگن که ملت حواستون باشه که ما همتون رو تحت کنترل داریم. یه موضوع دیگه که میخواستم بگن هدف‌ها رو دارم بگن. یه موضوع دیگه که تو این فیلم میخواستم بگن این بود که آقا کتابخانی تخه، کتاب جیزه. چرا؟ چون تمام ملاقات های این جاسوسا، این تیم جاسوسیه، تو کتابخونه بود، تو کتابخونه بود. یعنی خودشون، اون کسی که سناریو رو نوشته، خب انقدر ابله بوده، اون کسی که گفته سناریو باید اینجوری باشه، اون نویسنده که حالا یه پولی گرفته و بر اساس این چیزایی که اینا گفتن یه سی نوشته، ولی انقدر ابله بوده نگفته شما وقتی یه همچی چیزی میذارین و کتاب و کتابخانی و اینا رو چیز میکنه، خب قطعای زنجیری که کرده بودین. فهمیدیم که آقا نویسندگی هم نکنید، کتاب هم نخونید، چون هر کی سراغ کتاب بره میتونه چی بشه؟ به جرم جاسوسی بره خدمت آقایون باشه. مورد دیگه این بود که شنودایی تو خونه رو گفتم و بعد این گوپروها که میذاشتن تو جلسات بازجویی اینا، اینا خواستن بگن که آقا ما تو بازجوییامون خیلی آقا و خانم ادبی، همه چیم از اولش یه با یه گوپرو و یه دونه از این اودیو ریکورد سونیا که منم داشتم یه زمانی صحبتهای سیف رو ضبط میکردم، چیزه ما همه چی رو ضبط میکنیم و بدون مدرک و سند هم هیچ احدی رو اصلا نمیبریم بازجویی. آقا ما یه قسمت های سریال دیدیم هر دفعه اینا یه بند خدایی رو تو این سریال برداشتن بردن بازجویی، ما هی اومد جلو چشمون که اون دو جلسه ای که این پدست سوخته ها آقا جواد و آقا مهدی نوچه های طائب ما رو برداشتن بردن تو اون خیابون صابون چی چیز بازجویی، دو چیز رو ما فهمیدیم. اول اینکه آقا شما من چرا بازجویی کردین؟ از شخص شهرزاد میرغلیخان که بازجویی کردین، چرا از این گوپروها و چیزا نذاشته بودین؟ از این اودیو ریکوردرا؟ من الان فیلم بازجویی ها رو میخوام. طبق سند سریال گاندو هم شما تمام بازجوییاتون یه گوپرو داره و یه سونی ریکوردر، حالا سونی یا هرچی، یه ریکوردر اون بغل داره، بیاین اونا رو بذاریم بیرون. چرا دروغ نشون مردم میدین؟ چرا؟ شما فکر نکردین که حالا مثلا این فید سریال از در جهان میخواد پخش بشه، من هنوز زندم، یا مثلا خیلی از زندانیای دیگه زندن که میان بیرون شهادت میگن، میگن آقا نه دروغه، آقا دروغه. من واسهتون بگم چرا دروغه. یکی اول از همه این که اون فاطمه کماندوها، من میخوام چادریا که برای اینا کار میکنن و فلان و بیسار اینا، از بچگی که کمیته گشت ارشاد داشتیم تو اون پاترولا سر پل تجریش میومد تو سعدآباد، دختر پسر رو جدا میکرد جمع میکرد میبرد و اینا چادری بودن، خودم اسم واسهشون گذاشته بودم فاطمه کماندو، چون همهشون اسمشون فکر کنم فاطمه و اینجور چیزا بود. بعد ما توی این جلسات بازجویی خودمون این چشای گوگلیمون دیدیم، ما دو تا فاطمه کماندو داشتیم تو هر جلسه، دو نفر یکی نبودن توی جلسه. آقا هر دوشون آرایش که اصلا نداشتن. حالا میگیم خواستیم فیلم بسازیم، حالا یه چهره های واقعا خوشگل، یعنی خدا وکیلی این خانومایی که شما گذاشته بودین فاطمه کماندو، خصوصا اون نفر اصلیه که اسمش هم معلوم چیه، اون خانومه هم خیلی خوشگل بود، هم خوشتیپ بود، هم با شخصیت و مؤدب بود. آقا ما که اینا رو تو واقعیت ندیدیم، یه دو تا فاطمه کماندو دیدیم، چادر یه ور بالا یه ور پایین، یه مقنعه، قیافم اینجوری، آرایش هم اصلا هیچی نداشتن. بفرمایید اما نشنیدیم ما که بگم بفرمایید اینجا بشینین بلنشین فلانو، خانم برو جلو، خانم بشین،
بعد مثلا وقتی بازجو اینا حرف میزدن که اینا دیگه حرف نمیزدن، اون بغلم نشسته بودن رو صندلی. این مورد اول. مورد دوم، آقا چرا برای بازجویی من گوپرو و از این اودیوها نداشتین؟ در نتیجه از اون دوربینا بود که تو سلولای آقایون گذاشته بودین، از اون سوزنیای دوربین سرسوزنی خودکار و از اون میکروفونا که لای سلولا گذاشته بودین، قطعا تو اون اتاقایی که من مصاحبه بازجوییم کردین و پدرم در آوردین بوده. اودیو ویدئوهای اونا رو دارین؟ نمیتونین بگین نداری. اونا رو پخش کن. سوم از این که ما فهمیدیم که عجب جایگاهی ما داشتیم، عجب جایگاهی داشتیم که ما رو تو سلول ملول جایی نبردن. خدا وکیلی تو اون آپارتمانه که من بردن شیک یه میز آقای رئیس بود با یه میز کنفرانس جلوش، یه چیکه آبم که بعد چند سال یه تونگ اون وسط میزه بود با چند تا لیوان دیگه، معلوم نیست حالا آب کی بود. به هر حال تمام این چیزایی که تو بازجویی نشون دادین دروغ محض بود. از همه بدتر آقا ملت، از همه بدتر شخص منو که بردم بازجویی، توی این فیلم گاندو، سریال گاندو نشون میده که آقای بازجو میاد پرونده رو باز میکنه، چهار تا سوال میکنه، بعد یه کاغذ در میاره نشون میده میگه این چیه. آقا یه پوش به ما نشون ندادین بگه این چیه اون چیه، آقای چه وضعیه؟ بعدم گفتی من جاسوس بودم دیگه. خلاصه این سریاله رو من میدیدم، البته که بماند حالا من با حال طنز نگاه کردم و چقدر خندیدم، ولی کلن گفتم که این نکاتش رو باید بنویسم. ولی یه مورد دیگه که بود، مثلا حالا در خصوص این مجوزه، یه جا گفتم مجوزه شنود باید از مقامات قضایی گرفته بشه. ملت من توصیه میکنم این فیلم گاندو رو ببینین، به جای شب عید یه خونه تکونی بکنی، یه خونه تکونی. کانالای کولرتون ها، من اینجوری کشف کردم یه دونه از دوربینا رو، کارگر اومده بود خونم قرار بود تمیز کنه، بعد دید این که یه خونه مقدار خاک میگیره، بهش گفتن که اینجوری نمیخوام لای پره ها رو چیز کنی تمیز کنی، رفتم بالا نورده بون بهش بگم که ببین اینو باید کامل در بیاری بشوری، اون تو هم یه دستمال بکشی که این خاک مکان نزنه پخش بیرون، چون دیدین که ما عادت داریم یه دستمال تر کولر رو روشن میکنیم تا بستون که میشه کولر آبیا رو، یه دستمال تر اینجوری میگیریم جلوش که مثلا این خاک و اینا رو بیاد بیرون. گفتم نه اینا رو تمیز کن. بعد خوردم به همین لنگه، همین بیلبیلک ها که تو فیلم استفاده میکردن، خوردم به همینا. حالا ملت جان شما اگه کولر آبی دارین کانال کولراتون رو برین تمیز کنین، اگر که آیفون و اینجور چیزا دارین این همچین صفحه آیفون و اینا رو باز کنین، پریز برق و اینا، خلاصه یه چیز بکنین دیگه، یه بنایی و نقاشی و خونه تکونی بکنین، این آتشقالای آقایون رو از خون زندگیاتون بکشین بیرون، چون اینا مثلا دیگه همه جا هستن دیگه. اینم از اونو. بعد دیگه حالا دیگه حواستون باشه دیگه، الانم بهتون بگم ها، اصلا دیگه به این چیزام نیاز ندارن، اینا شنود محیطی دارن دیگه، یه دونه چیزه یه بیلبیلک دارن از فاصله 1 کیلومتری شوت میکنن میچسبه یه چیزی، اینه مثلا یه تیکه چه میدونم گل خاک مثلا چسبیده به شیشه خونتون حله. تلفن ملفون هم که خودشون نشون دادم، ماشاءالله هزار ماشاءالله، واتساپ هم کال واتساپ هم آقایون دارن مانیتور میکنن. حالا ما برو خودمون نمیاریم که خواستن بگن اینقدر تکنولوژی داریم و تا اون حد نداریم، ولی حالا داریم میگیم که از این آقایون هیچی بعید.